من به وقتی خدمت شما میرسم، هر لحظه ساعتی که اینجا هستم، گمان میکنم این برنامه نخستین است و برنامه آخرین، و این سخن سعدی همواره در گوش من زنگ میزند که کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در کشی. ما نمیدونیم واقعا این پیک اجل برای هر یک از ما کی سر میرسد، اما حقایق رو بایستی گفت، ناگفته ها رو بایستی بازگو کرد. عرض کردم خدمت شما مشکلات عمده این فرهنگ، از مشکلات عمده این فرهنگ یکی نبودن نقد بود، دست و بررسی و گفتگوی آزاد، و این استبداد سیاهی که حاکم بر جامعه ایران بوده است، استبداد سیاه دین، استبداد سیاسی، زیر سایه شمشیر ما زندگی کردیم در این 1500 سال گذشته، و هیچ گونه نقد و بررسی در هیچ زمینه‌ای نبوده است. این هست که عرض کنم حافظ فرزانه پیدا می شود با هزار جور نازک‌اندیشی، به تعریض، با کاربرد ابهام و ایهام، اینها یک مطلبی بگوید در باب شیخ و شحنه، و عرض می کنم که سنت پوسیده و اینها. این است که ما خارج کشوری ها، برون مرزی ها که فرصت گفتار داریم، حقیقتا گناه بزرگی است به گمان من. حالا نام خیانت رو به کار نمیبرم، واژه خیانت رو، که عرض کنم اون چه گمان حقیقت میبریم، حقیقت بر زبان جاری کنیم، به این تاریخ نگاه کنیم، ببینیم گرفتاری های ما در چه بوده، چگونه است که یک ملتی سربلند در صحنه تاریخ که روز قدرت نخستین جهان بوده بدین ادبار دچار آمد. اینها دلایلی دارد، اینا بدون دلیل یک ملت بزرگ به انحطاط نمیافتد. دلایل این چه بوده؟ حقیقتا بسیاری از ما هم که ادعا داریم واقعا نگاه نمیکنیم، کلیشه میکنیم. عرض میکنم که مبالغی خشم و خروش و عصبانیت و اینها و نفرت در ما جمع شده است، شعار میدهیم، اینها کار به جایی نمیبرد. این بررسی و تحلیل درست بدون تعصب که آقا چه گذشت برای ملت بزرگ، چگونه است ما در جهان هیچ کار هستیم امروز، در رده کشورهای عرض میکنم که نیرومند هستیم به لحاظ فرهنگی، نه در رده کشورهای نیرومند هستیم به لحاظ اقتصادی، نظامی، غیره و ذالک، کنتریبیوشن ما صفر شده، به جز چند قالی که میبافیم زیر پای فرنگی ها میاندازیم، ما چه خدمتی میکنیم امروز، چرا بدین وضع شده است؟ اینها به گمان من علت عمدهش همین استبداد بوده است، استبداد دین و استبداد سیاسی، تفاوتی هم نمی کند. این استبداد منحوس، چه نعلینی، چه پوتینی، چه شاهنشاهی، چه آخوندی، این استبداد ریشه های استبدادها رو خشک می کند. این استبداد عرض می کنم مشتی عوان و انصار به گرد خود جمع می کند، جیب های اینها رو پر می کند، اما اندیشه ها رو می خشکاند، تفاوتی نمی کند همه تمام گرامی، استبداد اعلی حضرت باشد یا استبداد خمینی باشد، یعنی استبداد استبداد هست، ماهیت استبداد یکی است، تفاوتی نمی کند. ما هم با تحمل عرض می کنم متحمل شدن فوش ها و توهین ها و عرض می کنم که تهدید ها و اتهام ها و اینها همواره سخن گفتیم و خواهیم گفت، چون حقیقت از هر چیزی بالاتر هست. و عرض میکنم ای کسی بخواد این ملت خدمتی بکند، بایستی با صداقت و شجاعت و درایت و بصیرت تو هم باشه. یه جنجال و هو جنجال به راه انداختن و عرض میکنم که کار رو به جایی نمیبرد. باری این طرز فکر ما بوده است در این چند سال گذشته و چنین خواهد بود، به جهت اینکه هموطنان ما داخل کشور 70 میلیون ما اسیر داریم، اسیر که علی ظاهر زنجیر بر پایشان نیست، اما ایران رو من یک زندان بزرگ میبینم با قریب 70 میلیون زندانی که دست های کنترل استبداد در همه جا گسترده است، با وجود این قضایایی که از کنم که انقلاب صنعتی و مدرنیتی به بار آورده است، دستگاه استراب و سم و شکنجه و عرض کنم که تلفن ها رو کنترل کردن و عرض میکنم که جاسوس ها گماردن و دستگاه های مختلف در جاهای مختلف گذاشتن، دوربین ها و غیره و ذالک، کشور به صورت زندان بزرگ در آورده. در استبدادهای روزگار قدیم چنین نبود، یک شاهی بود در مرکز نشسته بود، چند نفرم اطراف او بودن، چاپلوسی میکردن، در ایالات و ولایات ایران آزادی بوده تا حدود بسیاری، مردم آزاداندیشان عرض میکنم تا حدودی میتوانستن با هم صحبت کنند بدون اینکه دستگاه ها متوجه بشوند و اینها، اما امروز چنین نیست. امروز یک سر خفقان هست و ایجاد ترس و وحشت هست و می شود که در سایه استبداد دین هیچ چیزی بروز ظهور نخواهد کرد و هموطنان گرفتار ما امکان گفتار ندارند. بنابراین
اکنون که ما توانستیم عرض شود که جلای وطن کنیم و در خاکهای بیگانه رحل اقامت بیفکنیم، وظیفه ماست که حقایق مربوط به امور زندگی مردم رو بیان بکنیم بدون در نظر گرفتن منافع فردی یا کینهای شخصی یا نمیدونم گرایش های سیاسی. نگاه کنیم، تحلیل کنیم اینها و اینها رو، این سخنان رو، این بحث ها و این تحلیل ها رو عرض میکنند، قضاوتش رو به مردم بسپاریم. و این وسیله بس نیرومندی است، این تلویزیون و این دوربین که در مقابل من هست، اینها که با فشار یک دکمه میلیون ها نفر میتوانند در جاهای مختلف ببینند، این یک وسیله بس نیرومند و عجیب هست. یعنی که در فرض کنید 20 سال پیش اگر چنین چیزی میگفتید آقا امکان نداره چنین چیزی، اینها معجزه، یعنی همین معجزه، یعنی معجزه رو علم میآورد. عرض میشود که و این از این معجزه های علم مثل همین ستلایت دیش و نمیدونم تلفن و دوربین و اینها باید استفاده کرد در تقویت حقیقت و گسترش آزادی.